به نام خداوند تدبیر کننده شب و روز و متحول سازنده همه اوضاع و احوال جهان هستی و دیگر کننده دلها و دیده های انسان ها با عرض سلام و تبریک و تهنیت نوروزی سال جدید رو خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند همه بینندگان و شنوندگان تبریک ارز میکنم و با آرزوی سلامتی و سعادت همه شما و بهروزی ملت مظلوم و تحت فشار استبداد و ارتجاع خودمون خب از اونجایی که امشب سرآغاز ماه مبارک رمضان حلول ماه کریم رمضان هست به نظرم رسید که عنوان صحبت قرآنی امشب رو درباره زبان خدا در روزه رمضان توضیحاتی خدمتون بدم خب همطور که میدونید روزه رمضان یکی از احکام دین اسلامه که در قرآن در آیات 183 تا 186 سوره بقره این حکم آمده یعنی تنها جایی که در قرآن درباره روزه سخن گفته یعنی احکام روزه رو گفته فقط همین جاست البته کلمه سیام به معنای روزه در موارد دیگری در قرآن هم اومده ولی همه اونها به عنوان یک تمرینه تمرین تقویت اراده که حالا توضیح بیشتر خواهم داد تنها جایی که توی قرآن این حکم آمده آیات 5 آیه 183 تا 187 سوره بقره است که ما امشب این آیات رو بررسی میکنیم تحلیل میکنیم و هدف من نشون دادن اینه که بین زبان خداوند در قرآن برای ابلاغ این حکم زمین تا آسمان با اونچه که فقیهان میگن تفاوت داره من سعی میکنم این تفاوت رو در ضمن این توضیحاتی که در خدمتون درباره این آیات میدم عرض بکنم یعنی اصولا همینطور که برها میدونید آب سرچشمه سرچشمه رودخانه وقتی از شکاف کوه در میاد هموار خالص ناب آب گواراست ولی در طول مسیر هر چقدر این رودخانه ادامه پیدا میکنه اون آب به رنگ و طعم رسوبات رودخانه در میاد وقتی که بعد از ده کیلومتر 20 کیلومتر بعدا اون آب و اگر میل بفرمایید اگه تجزیه بکنید این آب آب همچنان ولی با اون آب نخستین که از سرچشمه کوه در آمده فرق داره رودخانه رو در زبان عربی شریعه میگن مثل شریعه فرات رودخانه فرات شریعتم در واقع به تعالیم پیامبرانه که در طول تاریخ جریان پیدا کرده شریعت موسی شریعت عیسی شریعت محمد قرآن میگه دین یکی بیشتر نیست ان دین ان الله اسلام دین یکیه پیش خدا ادیان اصلا معنی نداره ما کلمه ادیان نداریم تو قرآن ولی شریعت ها مختلفه دین اسلام یعنی تسلیم خدا بودن تسلیم حقیقت بودن حالا این تسلیم حقیقت بودن و در زمان نوح متناسب با درک و فهم و شناخت مردم اون زمان بگونه گفته پله پله که انسان ها روش کردن در هر دوره تاریخی مثل کلاس های مدرسه فیزیک و شیمی و ریاضیات و پله پله درس میدن آموزش تسلیم به حقیقت رو و تسلط بر نفس رو در هر دوره پله پله تکامل بخشیدن بهش اینا میشه شریعت شریعت یعنی جریان, جریان یافتن دین خداوند در بستر تاریخ بشر خب همونطوری که در واقع آب رودخانه هم بعد از یک مسیری که طی میکنه رنگش رو و طعمش رو از دست میده تا حدودی شریعت هم همینطور هستن آنچه که حضرت موسی میگفت دقیقا همون چیزی نیست که امروز گفته میشه یهودیان بهش عمل میکنن نمیخوام بگم هیچ اون حالت رو نداره ولی به اون خلوص نیست آنچه که حضرت عیسی در زمان خودشون میگفتند یا در انجیل آمده خیلی فرق داره با عمل کرده مسیحیان امروز و آنچه که در کلیسه ها تعلیم میدن متناسب با درک و فهم تاریخی خودشون یعنی تاریخ دین عینا مانند اون دین نیست و در مورد اسلام هم همینطوره اون چیزی که در قرآن کریم آمده و پیامبر مکرم اسلام بهش عمل کردند این خیلی فرق میکنه خیلی فاصله پیدا کرده با اون چیزی که در طول 1400 سال فقیهان، متکلمین، نمیدونم مفتیان، مفسران اون چیزا که درک کردن در بستر تاریخ این شریعت شکل گرفته بنابراین حالا اگر بخوایم بررسی بکنیم که اون نحوی که فقیهان امروز درباره روزه صحبت میکنند راجع مبتلات روزه راجع به نمیدونم اشکال و احکام مربوط روزه به خود قرآن وقتی که مراجع میکنیم میبینیم که تفاوتهای زیادی داره و از اونجای که این کلاس ما مربوط به شناخت قرآن هست من امشب مسئله روزه رو خدمتون از این دو زبان عرض می کنم قبلا یه سه چهار تا توضیح کلی بدم همطور که مثال رودخانه و بستر رودخانه عرض کردم دکتر شریعتی هم می گفت که دین در آغازش نهزته یک جنبشه پیامبری آمده در برابر شرک، بودپرستی، انحرافات جامعه قیام کرده یه سخنان تازه گفته تحولی آفریده جنبشی به وجود آمده یک خیزشی در جامعه به وجود آمده نفرات اول قلیلی بودند تحت فشار و شکنجه و آزار بودند ولی انگیزه داشتن ایمان داشتن تحرک داشتن و یواش یواش که اون دین جا میفته فرض کنید حضرت موسی فرعون شکست میده بنی اسرائیلی امتی تشکیل میدن قدرتی پیدا میکنن یا حضرت عیسی پیروانش با اینکه فوق العاده تحت فشار بودن شکنجه و آزار یواش یواش دین رسمی میشه دیگه کشیش ها و متولیان و نمیدونم پاپ و خیلی ها پیدا میکنن دیگه در طول این تاریخ 2023 سال این عینن که همون سخنان نبوده این رنگ تاریخ رو به خودش گرفته خب اسلام هم همینطور که ارز کردم همینطور است اولش به قول شریعتی نهزته بعد تبدیل به یه نهاد میشه نهاد روحانیت نهاد اسلام نهاد مسیحیت یک انستیتوشن پیدا میکنه در واقع یه هویتی که میخواد شکل رو حفظ بکنه با بقیه برای خودش های قائل دین خدا اصلا دعوا نداره مسیحی واقعی یهودی واقعی مسلمان واقعی اصلا با هم اختلاف ندارن قرآن که میگه لا نفرق بین احد من رسوله هرگز نباید بین رسولان اختلاف بذارین فرق بذارین میگه همه یکی هستن هر کسی که خدا رو قبول داشته باشه و آخرت و, و کار صالح بکنه لا خوف و نلعی هم ولا هم یهزنون اصلا قصه ای ندارن یعنی در نگاه خداوند در نگاه واقعیت دین یه مدرسه است. در مدرسه که بین معلم ها اختلافی نیستش شاگردام حق ندارن تعصب نسبت به معلم خودشون داشته باشن یا شاگردای کلاس پایینتر رو بخوان دفعشون بکنن تردشون بکنن یا بگن فقط کلاس ما و معلم ما و نه این مجموعه است مؤمن میگه که به همه کتب اعتقاد باید داشته باشه و همه پیامبران سوره بقره اصلا همینطور شروع میشه و در آیات دیگه قرآن هم هست بنابراین وقتی که دین تبدیل به یه نهاد میشه وقتی موبدان و مقان و کاهنان و کشیش ها و احبار و رهبان یا به اصطلاح انجیل فریسیان کاتبان و فریسیان به وجود میاد مفتیان و مفسرین و فقیهان طبیعتا این نهاد دینه که تشکیل شده و نماد تاریخی دین تلقی میشه که طبیعتا بزرگان هر دین متناسب با مقتضیات زمانه خودشون و درک و فهم خودشون عمل کردند. خب به این ترتیب پس باید دین رو از اساس شناخته باید تورات رو بشناسین تا دین موسا رو بشناسین یا ایسا رو بشناسین یا دین اسلام رو از کتابش از قرآن باید شناخت که محجور واقع شده شاید 90 درصد بیش از 90 درصد مسلمان ها حتی یک هم نخوندن قرآن رو شاید بی خیلی بیش از 90 درصد مسلمان ها باشه به عنوان یک کتاب راهنمای عمل هرگز بهش توجه نکردن میبینیم بنابراین خیلی فاصله به وجود آمده خب یکی از مواردی که مطرح هست به عنوان نمونه به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان زبان رمضان در قرآنه و برنامه امشب ما شناخت این تفاوت زبان قرآن با زبان فقیهانه همطور که قرآن در مورد حجاب که امروز تو جامعه ما بحثش هست در مورد هجاب هرگز نگفته واجبه میگه ای پیامبر به زنانت بگو به دخترانت بگو و نساء المؤمنین یعنی در واقع یک فرمان ارشادیه یعنی توصیه میکنه که این کارو بکنین نمیگه واجب است بر شما اصلا کلمه واجب رو به کار نبرده در مورد روزم هم همینطور هست حالا خدمتون با آیات که دونه دونه خوندیم همینطور جلو میریم که چه تفاوتهایی وجود داره زبان قرآن درباره روزه زمزمه محبته به خاطر دارید این شعری که میخوندیم میگه درس معلم ار زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را وقتی معلم به جای تکلیف و تنبیه و تهدید با زبان محبت با شاگرد درس آغاز بکنه اون بچه های فراری هم حتی روز جمعه هم که تحتیله به مدرسه میان نه تنها روزای عادی و برای بازی فرار نمی کنن. روز بازی و تفریحشون هم دوست دارن بیان به مدرسه بنابراین زبان قرآن درباره روزه رمضان زمزمه محبت در واقع که حالا خواهیم خوند که ببینید چقدر تفاوت میکنه با اونچه که فقیهان در طول تاریخ به ما گفتند در واقع دین به روح و باطن احکام باطن شریعت کار داره میخواد مردم از درون متعبل بشن ولی همطور که فقیهان خودشون هم میگن میگن فقه ناظره بر زباهر شریعته ما کاری نداریم تو معنای نماز رو میفهمی یا نمیفهمی نماز رو باید بخونی اینجوری باید بخونی میگن فقیه مسئول نیات مردم نیست آنچه که در دلشون میگذره نیست مهم نیست حالا دروغ میگن نمیدونم خیلی کارا میکنن در سطح جامعه مشروع فروشی نباید باشه بیهجابی نباید باشه هر کاری کردن تو خونه به ما مربوط نیست ما معمور حفظ زواهر هستیم ولی قرآن کاری به زواهر نداره میگه این نفاقه این درویه اصل اون چیزی که هست روح و روانه دل انسانه دین در واقع با دل انسان سر و کار داره قرآن در واقع به روح شریعت توجه داره فقیهان به مناسک و آداب در واقع شریعت دین اسلام میگن دین سهل و سمه است سهل یعنی آسانه سمه یعنی مسامه است نادیده گرفتن یعنی کنار میاد در واقع آسون میگیره سخت نمیگیره ولی دین فقیهان خیلی سختگیره خیلی بی‌عاطفه است اشکال رو میخواد اجرا بکنه مثل معمور اجرای احکام که باید شلاق رو بزنه فکر میکنه اگه نزنه خلاف عمل کرده این اصلا دو نگاه به شریعت هست در واقع حالا حال نکات زیادی است که اجمالا حالا کلیاتش رو عرض کردم حالا با تفصیل بیشتر خدمتون توضیح میدم که در واقع اون چه که در قرآن آمده به تعبیر حضرت علی روزه رو میگه که کم من سائمن چه بسیار داری که لیس له من سیامهی الا الجوع و دست دستاوردش از یک ماه روزه رمضان جز سی روز گرسنگی و تشنگی هیچ چی نیست چیزی که کسب کرده در این ماه آخر کار وقتی آخر ماه نگاهی بکنه سی روز پدر خودمون رو در بردیم گرسنه شدیم و تشنه میگه برای بعضی ها جز این دیگه چیزی نمونده و کم من قائمن چه بسیار کسانی که شب بلند شدن برای سهر لیسه لهو من قیامهی الا سهر و الانا جز کمخوابی جز خستگی بیدار شده اون موقع حالا به خصوص با عادتی که ما مسلمان های ایرانی به خصوص داریم که آدم فکر کنه برای اینکه نباید گرسنه بشه به مراتب بیش از قبل از مارمزون سعی میکنه شکم و پر بکنه یعنی خب افتار که دیگه هم یه صبحانه کامله خورده میشه که هیچ وقت صبحانه آدم اونجور با آداب نمیخوره با اون اشتها نمیخوره تازه برای که دیگه گرسنش هم هست یه شام خیلی مفصلی هم میخوره سهر برای اینکه مبادا فردا گرسنمون بشه دوچار سختی بشیم با اینکه میل زیادی هم دیگه آدم نداره ولی همه سعی میکنن با تقبیتی ترین غذاها خودشون رو ببندن ولی مولوی هم میگفت چند, خور... چند خوردی چرب و شیرین از تام امتحان کن چند روزی در سیام گر, تو این انبان زنان خالی کنی پر ز گوهرهای اجلالی کنی این هم هم عارفان ما ادیبان ما توصیه کردن که حتالمقدور کم بخورین کم بخورین در واقع تا انرژیتون صرف حزم غذا نشه میگه اندرون از تام خالی دار تا درو نور معرفت بینیم بنابراین این توصیه همون بزرگان کردن در اون مطلبی که از امام علی خوندم میگن هم بزار نوم الاکیاس و افتار هم خوش با حال زیرکان خوش با حال اون خوابشون و اون افتارشون یعنی در واقع روزه رمضان زیرکی میطلبه نه فقط شکل و انجام یک مناسک اصلا میفرماد که جعل الله طاعته غنیمت للاکیاس خداوند تاعاتش رو یک قنیمتی یک سود سرشاری برای زیرکان قرار داده اند تفریط الاجزه در زمان و روزگاری که اونا که ناتوانن از این بصیرت دیگه دست میدن فقط زواهر رو در واقع به جا میارن پس این فرصت روزه رمضان یک زیرکی یک هوشمندی و هوشیاری میخواد که آدم فلسفه هر کدوم از این احکامی رو که آمده درست درک بکنه حالا بعد از این مقدمه میرم سراغ آیات 183 تا 186 سوره مبارکه بقره که اگر در کنارتون قرآن دارید اگر باز بکنید از سوره بقره سوره دوم قرانه از آیه 183 با هم میخونیم و سعی میکنم توضیح بدم این آیات به وضوح زمزمه محبت رو داره به ما نشون میده 20 نکته تدبری در همین پنج آیه کوتاه نهفته است یعنی پنج تا آیه است ولی 20 نکته که دلالت بر هدف روزه بکنه دلالت بر زمزمه محبت بکنه در این مجموعه میبینیم من سعی میکنم پله پله جلو برم خب امیدوارم تا حالا قرانتون رو باز کرده باشید و خودتونم نگاهی بکنید به آیات 183 تا 886 این سوره تا 187 ببخشید اولینش که شروع میشه یا ایها الذین آمنوست ای کسانی که ایمان آورده اید پس یا ایها الناس نیست ای مردم یا ایها الانسان نیست یا بنی آدم نیست یا بنی بشر نیست حتی یا ایها الذین اسلمو نیست ای مسلمانان یا ایها المسلمون نیست پس خطاب این به مسلمان ها نیست پس به کیه؟ یا ایوه الازین آمنو کسانی که ایمان آوردن مسلمانانی که ایمان آوردن این اهل ایمان یعنی جزو لوازم ایمان روزه در واقع زیر مجموعه ایمانه یا ایوه آمنو اما ایمان یعنی چی؟ ایمان از همان امنیت میاد امنیت امن ایمن بودن یکی از نام های خدا در سوره هشر اون یکی دوتا آیه آخرشه دوتا آیه آخر میگه ول ملک القدوس و سلام المؤمن یکی از اسامی نیکوی خدا مؤمنه بارها توضیح دادم خدا مؤمنه یعنی چی؟ به چی ایمان داره خدا؟ مؤمن یعنی امنیت مطلق مؤمن نماد امنیته مجسمه امنیته خداوند مطلق امنیته در جهان اصلا امنیتی جز در پناه خدا نیست جز در نظام خدا نیست هرچی امنیت در جهانه از آفریننده جهانه پس اسم خدا مؤمنه ایمنی آفرین امنیت بخش پس انسان مؤمنم کسی است که مردم از او ایمن باشند در امنیت باشن از دستش از زبانش اگر کار و تجارتی با هم دیگه دارن اگر رفاقتی دارن اگر ازدواج با هم کردن روابط زن و شوهر با همکاران با همسایگان با هموطنان هم نوعان هم شهریان این وجودش امنیته ما اصلا ناامنی از این نمی بینیم. خب پس برای اینکه ما به امنیت برسیم این سوره از امنیت آغاز میکنه یا ایوها الذین آمنو ای کسانی که خودتون ایمان آوردید پس فائل در اینجا خود شخصه یا کسی است که میخواد فرض کنی وز کم بکنه خب باید بره یه تمرینایی رو انجام بده الگوی مصرفش رو عوض بکنه شما در هر کاری وارد میشین خب حالا بهتون باید توضیح بدن که راه پیشرفتتون چیه یا ایوها الذین آمنو این اولین نکته دو کتب علیکم کتب فعل مجهوله بر شما نوشته شد اون موقع ها چون جامعه عربستان جامعه شفاهی بود همه بی سواد بودن اگر یک قراردادی میخواستن با یه قبیله بندن یه باسواد پیدا میکردن بنویسه یا اگه کسی قرض میدادن قرآن میگه برین یک کاتب پیدا کنید شاید مثلا هفشته نفر بودن تو مکه مثلا بلد سواد داشتن بنویسن یهودی ها مثلا سواد داشتن عمدتا اون موقع کتبه این نوشته شد یعنی در واقع یک قانون دیگه پس چرا نگفته کتب الله علیکم خدا بر شما نوشته نمیگه کتب علیکم اصلا ما در قرآن کتب, علیکم نداریم هیچ جا قرآن نمیگه خدا بر شما واجب کرده کتبه اومده کتبه فعل مجهوله یعنی ایجاب میکند ایجاب میکنه یعنی چی؟ شما میخواین وزن کم بکنید ایجاب میکنه که الگوی مصرفتون عوض کنید حرکت کنید کی به من دستور میده؟ هیچ کی خودت تصمیم گرفتی وزن کم بکنی میری تو دانشگاه کسی به تو نمیگه امر میکنم درس بخونی ایجاب میکنه تو که آمدی حالا درس بخون به موقع بیا به موقع برو این ایجاب میکنه فائلش خود شخصه یعنی مسئله ایجاب میکنه کسی نیست که دستور بده به ما اینجا خداوند دستور نمیده خداوند این حکم میده که تو که وارد ایمان شدی مدرسه ای ایمان شدی برای کسب و جذب امنیت ایجاب میکنه مسلمه که خداست ولی من زبان رو دارم ارز میکنم خدا همه این نظام آفریده ولی به جایی که من بر تو واجب میکنم من خالق تو هم آفریدگار تو هم رازق تو هستم غذاهاتو من دادم حالا بهت میگم که یه ماه نخور نیاشم اصلا اینجوری نیست کتب علیکم چی بر شما نوشته شد؟ عرض کردم قرآن میگه کتب علیکم سیام بخشین کتب علیکم قصاص قصاص بر شما ایجاب میکنه دستور من بهتون تو نمیده فلقتل اگه یک کسی کشت خب ایجاب میکنه که پیگیری بکنید چرا کشته این هر کسی که آدم رو میکشه یا جراحتی به دیگری وارد میشه حق دارین که مقابله به مثل بکنید البته میگه نکنید بهتره ولی جامعه باید قانون داشته باشه حساب کتاب داشته باشه هر کی برکی نیست هر کسی کشت کسی رو جراحتی وارد کرد برای سلامت و امنیت جامعه ایجاب میکنه که قصاص باشه پی... قصاص هم معنیش یعنی پیگیری و رسیدگی همه جا هم تو قرآن میگه اگر عفو بکنید البته بهتره ولی باید رسیدگی کرد اگه طرف خواست عفو بکنه خب دیگه به اختیار خودشه خیلی فضیلت بزرگه یا میگه کتب علیکم اذا حضر اهدکم و کمول موت الوسیه وقتی که مرگتون میرسه اگه چیزی انتره که خیرن اگه یه پولی چیزی از باقی میمونه وسیعت بکنید خدا واجب نمیکنه که حتما وسیعت بکنید میگه ایجاب میکنه برای اینکه حق میگه نسبت به پدر و مادر تو فرزندان و تو دیگران وصیت بکن حالا که دیگه داره مرگت میرسه البته تو جامعه بی سواد بوده ولی حالا خب می نویسن خب کتب علیکم در واقع وصیت اینم کتب نمیگیم واجب از بر تو چه واجبی داره واجب نیستش ایجاب میکنه مسلحت اینه منطق اینه عقلانی عمل کردن اینه حالا خودت میدونی میخوایم نکن ضرر به بازماندگانت میرسه یا دو جا آمده میگه کتب علیکم القتال قتال و هوا کرهن لکم قتال یعنی مقابله با دشمنان متجاوز جنگ کردن در نمیخواین براتون سخته ترجیح میدین که نرین به جنگ دفاع نکنید جانتون رو به خطر نندازین ولی ایجاب میکنه اگه جامعه از خودش دفاع نکنه در برابر متجاوزان که خب چیزی باقی دیگه نمیمونه ضعیف میشید ذلیل میشید تو سری خورده میشید اسیر میشید همه چیتون ازتون میگیرن پس یک سلسله کتبه ها تو قرآن داریم که یکیش هم روزه است هیچ کدومش به معنای فقیهی واجب نیست ولی همطور که کردم عرض کردم ایجاب میکنه یعنی خودت به ضرر خودته اگه دفاع نکنی به ضررته اگه وصیت نکنی به ضرر خودته اگه قصاص نکنه یه جامعه به ضرر جامعه است هر کی بر کی میشه این ایجاب میکنه از بالا کسی دستور به آدم نمیده روزم ایجاب میکنه پس این شد دو اولی شد مخاطب مؤمنینن نه همه ای انسان ها اون که خودش ایمان آورده آمنو اسم فاعله کسی که خودش ایمان آورده دوم اینه که ایجاب میکنه سوم کما کتب علالذین من قبلکم نگران نباش عزیزم حالا ارز کردم زبان زمزم است دیگه درس معلم هر بود معلم به شاگرد میگه یا مادر به بچهش میگه عزیزم اینی که میگم مثلا دست تو بشوری قبل از غذا بعد از غذا دندان تو مثلا بشوری این برای خودته برای سلامتی خودته سلامتی ایجاب میکنه این خیلی فرق میکنه که دست شوسی نشسی مسواک زدی خب این بچه اصلا شخصیتش تغییر میشه شخصیتش از بین میره تا اینکه آدم باش صحبت بکنه حالیش بکنه بهش بفهمونه مطلبو که خودش اختیار بکنه از برای چی من با حالا این کارو بکنم لعلکم تتقون برای اینکه تقوا پیدا کنید با به تفعله تقوا یعنی ترمز تا ترمز پیدا کنید جلو خشف تو بگیری مگه خودت ایمان نیوردی لازمه ایمان تقواست. اگه کسی ترمزش بریده باشه به با اون سردبیر روزنامه کیهان که ترمزمون بریده و هیچ چی جلو دارمون هم نیست برین کنار هر چی دلون میخواد میکنیم آدمای ترمز بریده چاک و دهنشون ده در واقع ده بند و بحثی نداره دیگه هر کاری میکنن دیگه پس امنیت ایجاب میکنه که ما سلف کنترل داشته باشیم ما نفس خودمون رو مهار بکنیم هر کاری که دلمون میخواد نکنیم میگه ماه رمضان ماه تقویت اراده کنترل نفسه سلف کنترلتون رو تقویت میکنه در واقع لعلکم تتقون پس تو همین آیه 183 تا اینجا چهار تا منطق چهار تا دلیل آورد آیه 184 بعدی پنجتام توی این آیه است خب تا اینجا مثل اینکه به اون کودکی که حالا وارد مدرسه امنیت شده حالا دارن بهش میگن که خودت آمدی ایجاب میکنه بله قبل از شما ببخشید این سومی رو نگفتم که ما کتب علالذین من قبلکم قبلیان بودن ما که اینو به شما که تنها نگفتیم یعنی یهودیا ها، مسیحیا ها در قرآن میگه روزه سکوت هم اونا داشتن زکریا وقتی که خدا بشارت فرزند بهش میده میفرماد کسی ازت از سوال کرد فقولی انی نظر تو لرحمان سومن هم مریم و هم زکریا روزه سکوت میگرفتن این هم این سکوته پس میخواد به مسلمان ها بگه آره خیلی نترسین نگران نباشین که من دارم به شما سخت میگیرم مؤمنین قبل از شما همین تمرین رو داشتن این سومش بود چهارمیش تقوا بود در واقع خب این او آیه اول بود که من یک شجاع انداخته بودم اما آیه 184 ایا من معدوداتن عزیزم ناراحت نشو نگران نباش فکر نکن حالا او کی حالا یه ماه به سر میرسه دیدین همیشه آخر تا آخر روز ماه رمضان میگه عجب سری گذشت انگار دیروز بود ولی حالا که فردا روز اولشه میگه واو یه ماه مگه میشه یه ماه آدم روزه بگیره میگه من معدودتن معدود یعنی به عدد بیاد ها یک دو سه چهار کمر شکست ده هم پونزه تمام شد مثل برق میگذره آینده به نظر تو طولانی میاد شما نگاهی به گذشته خودتون بکنین در دوران دبیرستان دبستان چقدر اون موقع آدم فکر میکن که طولانی این دوران مثل برق گذشته همه اینا میگه خلاصه عزیزم نترس دختر جان پسر جان نگران نباش به عدد میاد یک دو سه چهار ها تمام شد دیگه شیشم فمن کان منکم مریزن او علا سفرن حالا این وقت اگه بیمار بودی مریض بودی یا علا سفرن مجبور به سفری بودی پیامبرم فرمودن س... تل مقدور سعی کنیم 21 روز اول نرید به سفر قرآنم میگه علا سفرن به قول مرحوم تالاقانی مفسر تفسیر, پر، تفسیر پرتوبی از قرآن علا میگه که اجباره اجبار اشرافه یعنی مجبور شدی کار زندگیشت زندگیش وابسته به این سفر بود از نظر معیشت نیاز داری نمیشه تعطیلش کرد دیگه یعنی حتی المقدور نباید سفر کرد در ماه رمضان حالا میگه اگه مجبور بودی به سفر یا مریض بودی خب اشکالی نداره فعدتون من ایام اخر در یه روزا روزگوی دیگه بگیر حالا ماه بعد بگیر دو ماه بعد بگیر شش ماه بعد بگیر در یه ایام دیگه بگیر دیگه این پس میشه شیشم، هفتم و علی الذین نهو، اما بر کسانی که طاقتش رو باید بذاره تمام انرژیش رو باید بر این روزه بذاره ضعیفه نمیتونه خب اونم اشکال نداره فدیتون یه جا جا به جا بکنه فدی فدیه یعنی در واقع معادلش معادل هر یه روز و مسکین یه قضا بده به یه نفر اونم یه تمرینه دیگه تمرینه که دست تو جیب بکنی بتونی از منیتهای خودت از مال خودت بگذری اونم یه تمرینه دیگه اگه بیتاقتی خب اینم یک راه حلیه اتاقه اونطور که بیشتر مفصل نمیگن میگن یعنی در واقع طاقتت رو در دست میدی میفتی ضعف میکنی دیگه از کارم نمیتونی بکنی البته میدونی سه چهار روز اول ما رمزونی سختی ها رو داره ولی بعد به سرعت بدن آدم خوب میگیره و خودش رو هماهنگ میکنه خب هشتم فمن تتوع خیرا فهو خیر له هر کسی که یه کار خوبی رو داوطلبانه انجام بده به نفع خودشه یه وقت از تو میخوای روزه بگیری آبا دیگه بازم مارم از اون آمد حالا دیگه روزه خدا هم که نمیشه دیگه نگرفت دیگه حالا خدا ممکنه بلای سرمون بیاره حالا دیگه موقع نماز شد دیگه بالاخره نمازش هم باید خون دیگه نکنه خدا بعدش بیاد این در واقع به زور یه کاری رو انجام دادنه میگه اگه خودت با تو رغبت عاشقانه این کارو بکنی به نفع خودته چون تو داری کلا سر خودت میذاری نفس خودت که تربیت نمیشه آدم برده که نیست انسان آزاده است تا اگه به عنوان یه برده که تکلیف از رو ترس بخوای کاری رو بکنی مف نمیارزه این به نفع خودته که عارفانه آگاهانه و عاشقانه این کار انجام بدی فمن تتو، خیرا هر کار خیری رو حالا روزه است نماز انفاق صدقات هر چیز دیگه ای هستش که اگه به جای اکراه با رقبت و با تو انجام بدی به نفع خودته و نهمیش و ان تسومو خیر لکم ان کنتم تعلمون اگه شما علم داشتید میفهمیدید که اگه روزه بدارید به نفعتونه حالا بعضی رفتن در شرح منافعی که این ماه سالی یک بار در واقع کم خوردن صرف جویی در غذا سوختن در واقع سوزوندن اون زیادی ها حالا چربی هاست یا کلسترول هرچی هستش و بدن رو به سختی عادت دادن همه میدونیم که بالاخره آدم خودش رو یه مقداری هم به مشکلات و سختی عادت بده مقاومت خودش در برابر میکروب ها در برابر خیلی ناملایمات و سختی و دیگه روزگار خیلی بیشتر خواهد شد حالا هم میشه جنبه های جسمی رو گرفت و هم جنبه های روحی رو تو اگه از اسارت شکم خارج بشی خیلی قدرته آدم چرا باید وابسته باشه شکم باشه نتونه جلو خودش رو بگیره یه بالاخره خیلی سخت دیگه از سخنان امام علی هم هست درباره یکی از دوستان مؤمنشون میگن حالا معلوم نیست کیه اون شخص اسمی نبردن ولی خیلی در وصفش نوشتن که خیلی آدم شگفت زده میشه اولین چیزی که نوشتن میگن کان خارجن من سلطان بطنه او از تسلط شکم آزاد شده بود خارج شده بود خودش خیلی مهمه که شکم به آدم حکومت نکنه تسلط نداشته باشه که بیفته دنباله در واقع ارزای تمام تمایلات خوردنیش فقط این برده اون باشه به جایی که برعکس باشه قضیه کان خارجن من سلطان بطنه فلا یش فلا... میگه که نه فلا یشتهی مالا یجد چیزی اگه در دستشش نبود خیلی هم اشتها نمی کرد حالا بر قیمتی پیدا کنه و اگر هم در دستشش بود زیاد, خوری نمیکرد در واقع خب این در واقع نهمین هستش که میگه اگر علم داشتید اگر میدونستید روز گرفتن چه منافع سرشاری براتون داره اما آیه بعدی آیه 185 در این آیه شش تا نکته هم تو این بیان کرده آیه اول چهار تا بود دومی پنج تا تو یکی هم تا مفصل تره خب حالا با اون مقدماتی که تو آیه آیات 183 و 84 اومده به نظر میاد که حالا این شاگرد مدرسه رمضان شاگرد مدرسه ایمان یه آمادگی پیدا کرده که خیلی خوب خب اگه به اختیار خودمه حالا اگر زورکی نیست حالا اگه قبلی هم بالاخره کلاس های قبلی این تمرین رو کردن اگه میخواد تقوی، اراده من تقویت بشه اگه چند روزی بیشتر نیست اگر اینکه مریض شدم یا خسته شدم تا قد نداشتم میتونم نگیرم اگه به اختیار خود من گذاشتین که داوطلبیه اگه به نفع خود منه خیلی خوب حالا بفرمایید ببینم جناب خدا کی بگیرم کی میخوای بگیری؟ خیلی خوب شهر و رمزان ماه رمزان ماه یعنی روز ماه فروردی نوردی بهش خورداد نه ماه به منه کره ماه ماه رمزان خب بعد مثل اینکه که میپرسه که یعنی خود ما ممکنه بپرسیم یه سال مقدره حالا چه فرق میکنه چرا ماه رمضان حالا حالا چرا یه ماه دیگه نگفتی خدایا میگه برای اینکه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن در این ماه قرآن نازل شده یه شرافت یه فضیلتی این ماه بر سایر ماها داره حالا ممکنه به ذهن ما برسه که اگر ناشنایی با قرآن باشیم خب حالا قرآن نازل شده باشه صوبات حالا چه گلی به سر ما مثلا زده میگه چرا؟ انزل فی القرآن هدن لناس برای اینکه راهنمایی میکنه توده های مردم رو ناس یعنی همه مردم یعنی برای همه مردم یه هدایت عامه دروغ نگین زنا نکنین خیانت نکنین امانت رو بدین و یک سلسله کلیات آفریدگار خودتون رو بشناسین جهان رو بشناسین و الاخر دوم بیناتن من الهدا هدایت های تبیین یافته تر با جزئیات بیشتر مثل هر رشته ای اگه موسیقی اگه فیزیک میخونی می شیمی میخونی ریاضی میخونی هر کاری ورزش میخواین بکنین یه ورزش عمومی کلیه یه وقت هست که میخواین متخصص بشین جلوتر میرین در فیزیک در ریاضیات پیشرفت میکنین بیینات من الهدا هدایت های طبیعی یافته‌تر با جزیات بیشتر سه و الفرقان فرقان به محک تلاس, تلاس اون محک میگن دیگه نیست مک و میزنه ایار تلا معلوم میشه این طلا چند ایاره یعنی یه شناخت طلاساز یک وسیله شناخت پیدا میکنه برای معیار این فلز قیمتی قرآن یک صفت دیگه هم داره فرقانه برای شما یعنی با ارزش های قرآنی وقتی آشنا بشین شناخت دستتون میاد نیک و بد رو میشناسین سره و ناسره رو از هم تشخیص میدیم یعنی یه شخصیت قرآنی ش... طرف پیدا میکنه خیلی چیزان که پیش میاد توی قرآن نیست با اون شخصیت در... چیزان که در هر عصر و زمان و در هر مملکتی پیش میاد میتونه با اون معیارا تشخیص بده که من تکلیفم چیه پس یه شناخت بهتون میده پس علت این که میگه این ماه برای که این ماه ماه هدایت هدایت در سه لول مختلف سطحی پیشرفته عالی خب حالا که اینطوری شد میگه خیلی خب پس حالا این ماهی فرقی داره پس پس خیلی خب خدا جون دیگه قبول کردم حالا چیکار کنم میگه فمن شهد منکم و شهر فلیسم حالا اگر شاهد و حاضر شدید در این ماه خب روزه بگیرید دیگه در ماه رمضان خیلی جالبه که اصلا در اینجا نمیگه ماه رو ببینید ماه به معنای قمر ماه کره ماه قمره شهر یعنی ماه زمانی شهر رمضان شهر رجب شهر نمیدونم سفر همه اینا یک ماهه میگه اگه در این ماه حضور پیدا کردید نه که نمیگه رعا رؤیت کردید حضور پیدا کردید یعنی این ماه ماه رمضان رو دریافتید آدم ممکنه یک ماه روزم بگیره ولی این ماه رو در نیافته شاهد و حاضر نبوده مثل حضور قلب نماز آدم میخونه ولی تا آخرش فکرش جای دیگه است تو حضور قلب نداشتی قلبت که حاضر نبوده تو شاهد و حاضر نبودی در ارتباط با خدا با خدا صحبت کردی پنج دقیقه ده دقیقه ولی همشت ذهنت با کارای روزت بوده حضور پیدا نکردی در نماز رمضان هم همینطوره رمضان هم میگه حالا هر کسی حضور پیدا کرد یعنی در این ماه حاضر شدی بیای تمرین اراده بکنی تقوا بکنی خب شروع بکن فلیصوم هم اما در واقع سوم یعنی چی خدا اینم یه نکته ایه. چرا روزه ما میگیم روزه قرآن میگه سیام روزه میشه سوم سیام در واقع کاملشه همه جانبشه فعیل در واقع باب فعیل مثل علیم مثل رحیم مثل عظیم عالی ترین یعنی این ای یک ماه عالی ترین فرصت سیامه سیام میشه سوم حالا سوم یعنی چی سیام یعنی چی یعنی دست نگه داشتن از یه کارهای دست نگه داری خود این خیلی سخته آدم دلش میخواد هر کاری میخواد بکنه این ماه ماه دست نگه داشتنه از ساده ترین هم شروع کرده اگه میگفت سیگار نکشین خب خب همه که سیگاری نیستن اگه میگفت مثلا حرف نزنین خب همه که پر حرفی نمیکنن همه اونا هست ولی از ساده ترین شروع کردی که شامل همه میشه نمیخوام بگم موارد دیگه نیست سیگار مجازه نه از چیزی شروع میکنه که همه با سر و کار دارن خوردن و آشامیدن عمومی ترینه پس میتونی تو این ماه یه چند ساعتی رو نخوری نمیگه همش رو 24 ساعت این چند ساعت رو کنترل کن در نور جگر بذار نخور و نیاشام پس سیام یعنی شروع کردن به تمرین نه به خودت نه بگو نکردن یعنی از عمومی ترینش صحبت میکنه در هر زمان و در هر مکانی در هر کشور دنیا این دوتا رو همه انسان ها دارن ولی هر چیز دیگه میگفت یه دی دیگه ای میگفت نه که شامل ما که نمیشه ولی چیزی رو گفته که بیسیکه در واقع پایه‌ایه نه اینکه همش همینه که ما فکر کنیم اگه نخوردیم و نیاشا میدیم روزه رو گرفتیم البته گرفتیم ولی بیسیکشه در واقع پله اوله درس اول مدرسه است به نظر کمی سخت میاد ولی از نخوردن نیاشا میدن به مراتب سختتر روزه زبانه که آدم مراقب زبانش باشه خیلی سخت داره غیبت نکنه توهین نکنه بد نگه حرف مفت نزنه بی خودی حرف نزنه انرژیشو بی خودی صرف نکنه مریم روزه سکوت میگرفت زکریا روزه سکوت میگرفت خیلی سخته آنچه که فقیهان هم میگن مبتلات روزه عمدتا زبانیه دروغ نگه این غیبت نکنه همین هم تو, تو قرآن نیست ولی خب فقیهان هم اینا رو گفتن خب پس میگه خب حالا اگر آماده شدی بسم الله بفرمایید شروع کن به نکردن ها در این ماه خب بازم تکرار میکنه ببین اینم جالبه ها میگه که من کانم مریزن او علا سفرن فعدتون من ایام اخر اینو تو همون آیه قبلم هم گفته ولی باز تکرار میکنه بچه جون یادت نره من گفتم و نترس اگه مریضی اگه میخوای سفر بکنی خب اشکال نداره یه موقع دیگه بگیر دو بار تکرار کرده برای اینکه به دل آدم این بنشینه بدون خدا نمیخواد سخت بگیره این بود یازدهم دهم بود که قرآن رو توضیح میده ماه رمضان که چرا فزی... در این ماه انتخاب شده یازدهم باز تکرار میکنه اون در واقع آسانگیریا اون رایت وضعیت تو دوازدهم میگه یورید الله به کمل یوسر ولا یورید به کمل عسر خدا آسونی میخواد بر شما سختی خدا نخواسته تو به نظرت میاد ماه رمضان سخته تو به زماهر داری نگاه میکنی ولی این کار اگر انجام بدی خیلی کارا بر تو آسون میشه قدرت بدنیت سلامتت تسلطت بر نفس خودت یسرنی یعنی آسونی ها یعنی وجودت آسون میشه قرآن بارها اینو گفته وجودتون آسون میشه برای خودتون یسرناکت تو رو آسون میکنیم آدم در واقع خود ساخته میشه نیرومند میشه قوی میشه ممکنه به آدم بگن ورزش بکن وزن برداری بکن چیکار کن چیکار کن آدم سخته آره سخته ولی این آسون میشه کارا رو بر تو آسون میکنه وقتی که تقویت شد های خودت خیلی دیگه آسون میشه کارا خیلی میتونی چیزای سنگینتر رو بلند کنی زود دستت به کمر نمیری وای کمرم آخ کمرم زانوم پلا خب تو قویتر میشی نیرومند میشی روزم در واقع تو رو نیرومند میکنه برای آسانی بر تو به بار میاره نه سختی خدا هرگز سختی نخواسته براتون ولا یرید بکم العسر سیزدهم و تکمل العده این لامش لام هدف قایت هدف اینه که تو این مدت رو تمام بکنی این سی روز رو ممکنه به آدم بگن حالا هر وقت وقت کردی دیگه یه روز دو روز سه روز میگه نه این تمرین یه ماهه ورزشکاران وقتی میخوان تو مسابقات جهانی برن یا میخوان المپیک شرکت کنن یه دوره فرض کنید نمیدونم در روزه پونزه در روزه بعضیان بیشتر میذارن برای اینکه تکرار یک تمرینه که ملکه آدم میشه ثبات پیدا میکنه در وجود انسان بنابراین میگه خواست خدا این دوره رو تمام بکنی سعی کن دوره رو تمام بکنی دوره تمرین رو به انتها برسونی خسته نشو این خودش خیلی مهمه یعنی عادت برای خودت به وجود بیار ارز کردم روزه رمضان هم بعد از روز سوم چهارم دیگه عادت میشه دیگه تحملش آسون میشه پس علاوه بر تلاش اولیه عادت دادن به خود هم عادت آگاهانه البته مهمه چهاردهم درس چهاردهم به رمضان اینه ولی تو الله علی ما هداکم اون خدایی که راه و روش زندگی رو به تو آموخته کتاب راهنمای عمل به تو داده اون رو بزرگ بشمری یعنی خدا به عنوان یه رزروی که تو تاخچه گذاشتیم هر وقت گرفتار شدیم و حاجاتی داشتیم و دفع شری شر خواستیم بکنیم یا جلب منفعتی بکنیم میریم سراغش خدا و پیغمبر و امام همه اینا تو تاخشن اندل لزوم هر وقت نیاز داشتیم یعنی اونا در خدمت ما نه ما در خدمت هدف متعالی خدا و پیامبرش و اهل بیتش و بزرگان دیگه در واقع اینجا میگه که برای اینکه خدا رو بزرگ بشماری بدونی عظمت خدا رو بزرگی خدا رو یعنی هر وقتی که تو این ماه با کتاب قرآن آشنا شدی این همون آیه 185 که داره میگه این ماه ماه آموزش آموزش کتاب هدایت اون وقت خدا رو میشناسی خدا از یه چیزی که در خدمت توه که هرچی بخوای برآورده بکنه خارج میشه تو دیگه سعی میکنی خودتو در خدمت آفریدگار جهان هستی بذاری به این کنسرت جهانی به پیوندی و سعی کنی آهنگ مناسب خودتو با نگاه به دست رهبر ارکستر و به اون کتاب نوتی که بدادن سازتو متناسب با او بنوازی. خب و پونزه هم و لعلکم تشکرون این دومین لعلکم درس اول ماه رمضان در آیه 183 تمرین تقوا بود سلف کنترل کنترل نفس تسلط بر نفس با نخوردن حالا که آموزش های رمضان شروع میشه با هدایت های قرآنی میگه حالا شکر این هدایت رو به جا کلمه شکر برخلاف اونچه که ما میگیم استفاده بهینه از نعمته البته شکر زبانی هست ساده ترینشه ساده ترینش شکر قلبیه که در دلش آدم احساس بکنه این نعمت من رو آفریدگار داده یه پله بالاترش شکر زبانیه به زبانم بیاره به خودشم تلقین کنه به دیگرانم توصیف بکنه ولی مهمتر از همه شکر عملیه در قرآن هست میگه اعملو آل داوود شکرن عمل کنید شکر و آل داوود و قلیل من عبادی شکر چقدر کمن بندگان شاکر ما میگه خدای کاری نداره خدا صد هزار بار شکرت یه میلیون بار شکرت اینا زبانیه ولی میگه چقدر کمن آدمای شکر میگه نوح شکور بود انه کان عبدا شکورا ابراهیم شکور بود یعنی از این نعماتی که داده بودیم بهره گرفتن ازش استفاده کردن شکر چشم اینه که نهایت مطالعه رو بکنیم شکر گوش اینه که نهایت اونچه که باید بشنویم شکر دست و پا اینه که نهایت تلاش رو در جهت پیشرفت به سمت خدمت به مردم و عمل صالح انجام بدیم شکور مبالغه شکره کلمه شکر اصولا یعنی برکت داشته افزایش، اینون شکرا چشمه که جوشانه آسمان پرباران و کلمه شکر بکنم گابی که شیر زیاد میده هر چیزی که درش برکت افزایشه کلمه شکره میگه تو این ماه شکر قرآن رو به بیار یعنی عمل کن به او این همه آگاهی هست مثل این آدم بره توی دانشگاه فقط بیاد یه رشته کوچیکی بخونه یه چیزی که دم دستی بگیره چه آقا حیفه تو شکر دانشگاه رو به جا نیاوردی آدم بره توی یک کتاب خونه این همه کتاب هست کتاب موش گربه رو فرض کنید ورداره بخونه مال عبید زاکانی رو خب در حد سرگرمی خب خوبه ولی تو شکر رو به جا نیاوردی بنابراین وقتی که در برابر این عظمت کتاب هدایت قرار داریم میگه که شکر اون رو باید به جا آورد ان تمام سوره هشت میگه لو انزل نهاز القرآن علی جبلن ما اگه این قران رو به کوه نازل کرده بودیم لرعیته و خاشن متصدن من خشیت الله متلاشی میشد از خشیت خدا و تلک امثال و نظر ناز. اینا مثاله نه اینکه کوه متلاشی بشه قرآنه که بر کوه نمیفرسن میخواد بگه دل تو از سنگ از کوه سختتر میشه این حقایق اگه به کو هم برخورد میکرد اون دیگه دگرگون میشد زیر رو میشد تو مگه دلت سختتر از سنگی که تکون نمیخوری نم پس نمیدی قرآن میگه سنگا سه حالت داره یا یه ترکی میخوره یه نمی یه آبی چند قطعه از درونش میاد بیرون یا در واقع میگه که از اون قلعه بالا در اثر فرسایش میاد پایین تر یعنی از غرور خودش میاد پایین تر یا اینکه منفجر میشه از درش نهرها جاری میشه از دل کوه چشم میاد بیرون یعنی آدما سه حالت در مقایسه با سنگ دارن دیگه حداقلش اینه که در واقع از اون قله غرور خودت بیای پایین یا نم پس بدی یا عالی تر اینه که دریای معرفت و خیر و خدمت از وجودت سراسی بشه اینم بنابراین درس 15م شکر قرآن در روز رمضان اما درس 16 هم عالی ترین مرحله رمضانه پس درس اول تقوا بود درس دوم شکر حالا اینجا یه درس سومی رو میده که این سه درس سه درس رمضانه میگه پیامبر حالا اگه تو این ماه رمضان یه کسی از این زماهر افتار و سهر و اینا آمد بیرون و خلصه ازا سعلک عبادی انی حالا یکی اگه سراغ منو از تو گرفت از این جمع کردن سباب شمارش سباب ببریم و نمیدونم یه حرفا که اصلا در قرآن سباب به کارت کارتافرین و نمیدونم نمره مثبت و اینها نیست میگه اگه کسی ذهنش از این زواهر و آداب و مناسک روزه آمد بیرون ازا سالک عبادی انی از من پرسید سراغ منو از تو گرفت پیامبر فعنی غریبون حتی نمیگه پیامبر بهش بگو یعنی خدا بیواسطه مثل این با خود اون داره میگه از پیامبر داری سوال میکنی فعنی غریبون من که خیلی نزدیکم غریب یعنی مطلقا نزدیک من که دور نشدم اجیب و دعوت داعه ازا دعانه کسی که منو بخواد منو بخواد نه هوایج خودشو حتما اجابت یعنی رفع فاصله یعنی فاصله من با تو خودتی خودت حجاب شدی من که دور نشدم خدا که از رگ گردن به ما نزدیکتره خدا که دور نشده بگه که تو منو بخوای من میام کسی میگه من میام که دور باشه اون که در وجود خودته از دلت به خودت نزدیکتر تو دور شدی اون شعر تشنه و دیوار مولوی رو بخونید فوق العاده زیبا این رو بیان کرده حالا وقت نیست بگم همون تشنه دردمندی که میخواد به آب برسه ولی از منیت خودش هرچی میاد پایین به آب میرسه آب که سر جای خودشه میگه سجده نتوان کرد بر آب حیات تا نیابی زینتنه خاکی نجات هرکو بر دیوار او هر که در واقع در دیوار منیت منیتش بالاتره اون باید زودتر بکنه آخرم در واقع میگه که اگه میخوای نزدیک بشی وست شد وقت ترب سجده بکنه نزدیک بشه به اون آب حیات پایین بیاد تا نزدیک بشه حالا خودتون مفصل اون رو بخونید خب اینم میگه که من نزدیکم اجیب و دعوت اتدایه اذا حتما این موانع رو یعنی در نظام من این برداشته میشه این فواصلی که تو فاصله رو با سمت من اومدن برداشتی با عملت برای تو نظام من فاصله دیگه نیست عجیب و دعوت دعان حالا که اینطوره فلیستجیبولی از من بخواید که این فاصله رو بردارم اجابت بکنم یعنی این نزدیک شدن شما رو همین چون تو سیستم خداست خداوند به خودش گفته ولی امنو بی باور کنید من رو لعلهم یرشدون باشد تا رشد پیدا بکنن یعنی هدف دعای نیست که خدا بگه منو بخوا منو بخوام من خوشم میاد بنده منو بخواد نه خدا میگه راه رشد خودت اینه که از درون خودت بیای بیرون منو بخوای یعنی ارزش های خدایی رو بخوای اونجاست که رشد میکنی آیه 187 هم خیلی مفصل این آیه با چندین سال فاصله نازل شده اونجا هم در واقع دو مطلب رو یا سه مطلب رو میگه چون وقت کمه من اینو خلاصه میکنم یکی همطوری که گفت که سفر میتونید برید و اگه مریض هستی نگیرید یا اگه طاقتتون تر میکنید اینجا هم میگه که شبهای رمضان شما آزادی نظر ارتباطات زناشویی قبلا البته زمانهای اول اسلام نبوده ولی بعد ها زمان پیامبر آزادی میشه یعنی در واقع یه تخفیفی است میگه خدا میدونست که نمیتونین خودتون رو کنترل بکنین بنابراین فقط همون 7 ساعت روز بقیه ایام در واقع روز آزاد هستید بعد میگه که اه اه بله خداوند برگشت به شما صرف نظر کرد اگر مثلا کاری خیانتی تو این زمینه کرده باشید و بیستمین نکته اینه که در طول تنها افتار و سهر نیست در طول این مدت هم کلو و شربو آزاد هستید که بخورید و بیاشامید 20 نکته در آیات 183 تا 187 کاملا نشون میده زبان خدا زمزمه محبت به بشر به چشم یک موجود مختار آزاد و حق دارای حق انتخاب نگاه کرده نه به عنوان اینکه باید بکنی تکلیف وظیفه است و نکنید تو جهنم میری این خیلی قشنگ زمزمه محبت خدا رو توضیح میده متشکرم خدا نگهدارتون